الأطعمة والأشربة. خوردنی ها و آشامیدنی ها. الطعام خوراک. اما ان يكون حيوان او غير حيوان. میتونه از نوع حیوانی یا غیر حیوانی باشه. الحيوان ينقسم الى قسمين. خوراکی های حیوانی بر دو قسم هست. حيوان البحر، من يعيش في البحر. حیوانات دریایی که در دریا زیست میکنن. الاصل فيه الحل. اصل در رابطه با حیوانات دریایی بر حلال بودن اونهاست. حیا و میتا. زنده باشه یا مرده باشه. الاکن حیوان البر. اما در رابطه با خوراکی های مربوط به حیوانات خشکی. الحیوان البر الذي يعيش على البر الاصل فيه انه لابد فيه من الذكاه الشرعيه يذكر يذبح او ينحر. در رابطه با حیوانات خشکی اصل بر ذبح کردن اونها هست یا نحر کردن اونها. نعم. المیت حرام. و مردار حیوانات خشکی حرام هست. الا قلنا میت الحوت. مگر آنگونه که گفتیم ماهی مرده. و الجراد. و همچنین ملخ ها. فکل ما یذکا الاصل فی الحل. و هر حیوانی که ذبح میشه اصل بر حلت اون هست. الا کل ذی ناب من السبع کالاسد الکلب. مگر حیواناتی که دندانهای نیش و درنده دارند. و ذو مخلب من الطیر یصید به مثل عندنا النسر الصقر. یا پرندگانی که شکارچی هستند و چنگالدار هستند مانند شاهین و عقاب. نعم. و بقیه الاطعمه غیر الحيوانات الاصل فيها الحل. و سایر خوراکی ها آنچنان که گفتیم اصل در اون بر حلال بودنش هست. الا الخبائث. مگر خوراکی هایی که خوراکی های ناپاک شمرده میشه. لان الله سبحانه و تعالی احلنا الطيبات. زیرا الله متعال پاک ها و پاکیزه ها رو نعمت های پاک و پاکیزه رو بر ما حلال گردانیده. و حرم علینا الخبائث. و ناپاکی ها رو بر ما حرام گردانیده. نعم. الاشربه. در رابطه با نوشیدنی ها سخن میگیم. الاصل فيها الحل. در این باره هم درباره نوشیدنی ها هم اصل بر حلال بودنش هست. الا المسکر الخمر. مگر نوشیدنی هایی که مست کننده هست مانند شراب. كل ما اسكر كثيره فقليله حرام. هر چی که مست کننده باشه، هر نوشیدنی که مست کننده باشه کم و زیادش حرام هست. من اي نوع من الانواع كانت الخمر. و از هر نوع شرابی که باشه. بل ام الخبائث هي الخمر نسال عافية السلام. بلکه اصل و اساس و در رأس همه ناپاکی ها شراب و خمر وجود داره. نعم. فهي تذهب العقل و باعث زوال عقل میشه. نعم. ولهذا لابد ان تجتنب. لذا باید ازش پرهیز کرد.